ساختمان جدید پارلمان افغانستان تحفه بزرگترین دموکراسی دنیا به افغانستان نیز شناخته می شود. کار ساخت این ساختمان در سال 2007 میلادی و با هزینه ابتدایی 45 میلیون دلار آغاز شد و سرانجام پس از 8 سال و با برداشتن بیش از 200 میلیون دلار هزینه کار ساخت آن تکمیل گردید. سبا که به خیر افتتاح می شود، صدر اعظم کشور دوست هند اعلان خواهد کردند که با افتتاح امی مرحله اول و تکمیلی مرحله اول تهداب مرحله دوم گذاشته می شود که دونو دو سه تعمیر اداری هستند و یک کمپلکس مکمل هستند. ساختمان جدید پارلمان افغانستان که تلفیق از معماری مدرن و مغولی است، بزرگترین گنبد را در سطح آسیا نیز دارد. در این ساختمان 294 چوکی برای ولسی جرگه و 190 چوکی برای مشران جرگه در نظر گرفته شده است. سالون کنفرانس ها، دفاتر کاری نمایندگان، کتابخانه و دفتر مطبوعاتی از دیگر بخش های این ساختمان هستند. در همین حال مشاور رئیس جمهور افغانستان بر نیاز گسترش همکاری ها با هند تاکید دارد. اونا به پروژه های بسیار عمده دخیل هستند، مثلا مسئله آب و انرژی، مسئله سرک های بسیار عمده، ترانسپورتیشن عمده. و ما البته خواهش ما ایسته که ما بتانیم که امی موجودیت هندوستان انازه وسط بتیم، به درد ما میخوره و البته ضرورتش هم داریم، در شکی نیست. قرار بود که کار ساخت این ساختمان جدید در سال 2011 میلادی تکمیل شود، اما این پروژه 4 سال دیگر نیز به درازا کشید. با این حال برخی از منابع میگویند که قرار است در سفر نخست وزیر هند به کابل بسته جدید از کمک های هند به افغانستان نیز اعلام شود. تا زمانی که افغانستان هست و نسل های آینده هست و پارلمان وجود داره، به قلب مردم هندوستان جای داره، به خاطر که واقعا خانه ملت ساخته. هند از کمک کنندگان و متحدان اصلی افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان بوده است. تا کنون این کشور نزدیک به 2 میلیارد دلار را تنها در بخش های بازسازی، آموزشی و ظرفیت سازی ها در افغانستان مصرف کرده است. حال به گفته خیلی ها به دلیل نیست که مردم افغانستان خواهان ادامه کمک ها و گسترش روابط با هند هستند. سید آسیف مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.